اجاق رو روشن میکنم، حرارت متوسط رو به پایین باشه تا این حد. اندازه یک قاشق و نیم تا دو قاشق روغن مایه استفاده میکنم. من روغن زیتون مخصوص پخت و پز استفاده میکنم، شما میتونید از هر روغنی که مایل هستید استفاده کنید، حتی از روغن نارگیل هم میتونید استفاده کنید. اینجا یک عدد پیاز درشت رو متوسط رو به درشت رو به این صورت ریز خوردش کردم. اندازه یک قاشق غذاخوری هم زنجبیل رو به این صورت ریز خورد کردم و دو حبه سیر که به این صورت ریز خورد شده، اینها رو اضافه میکنم و تفتشون میدم. و الان 900 گرم کدوی حلوایی و دو عدد سیب رو که به این صورت پوست کندم و خورد کردم اضافه میکنم. قرار نیست که این مواد سرخ بشه، بلکه میخوام فقط یک مقدار خیلی کم تفت بدم و اون بوی خامی زنجبیل و پیاز و سیر رو ازش بگیرم، فقط همین. و در ضمن یک مقدار خیلی کم هم این مواد شروع کنن به نرم شدن. حالا اندازه یک چهارم قاشق چای خوری بهش پودر کاری اضافه میکنم. خیلی کم بایستی پودر کاری رو اضافه کنیم. اندازه تقریبا نصف قاشق چای خوری زردچوبه بهش اضافه میکنم و در نهایت یک مقدار فلفل سفید. اندازه یک چهارم قاشق چای خوری، یا نهایت اگه خیلی دوست دارید یه خورده تندی داشته باشه، یک دوم قاشق چای خوری. کل این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم و هم میزنم تا ادویه ها با کل مواد من ترکیب بشه. اینطوری بوی خامی ادویه ها هم از بین خواهد رفت وقتی یک مقدار کمی تفت بخورند. حالا درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم که به آرامی اینجا یک مقدار مواد نرم بشه و بخار کنه. قرار نیست که مواد من سرخ بشه، قراره که فقط یک مقدار تفت بخوره. بخبخ. عجب عطری داره این غذا، بوی کاری و سیر و پیاز خیلی با هم همخونی داره، بوی کدو حلوایی هم پیچیده. بخبخ. خیلی هم عالی. بله درست هستید، امروز قراره یه سوپ کدو حلوایی بسیار سلامت رو داشته باشیم. دوستان ویجیتریان، این غذا مورد علاقه شما دوستان خواهد بود. اینجا من دو عدد قرص سبزیجات رو به این صورت پودرش کردم با یک مقدار خیلی کم آب جوش در ابتدا حلش میکنم تا کاملا این قرص به صورت مایه در بیاد. اگر مایل نیستید از قرص سبزیجات استفاده کنید، میتونید خودتون تو خونه آب سبزیجات مثل تره فرنگی، هویج، جعفری، پیاز، اینجور چیزها رو با هم بپزید و ازش یه آب سبزیجات درست کنید که میتونید در این غذا استفاده کنید. حدود یک لیتر و نیم من بهش آب اضافه کردم، آب جوش حتما بهش اضافه کنید و نمک هم بهش اضافه نمی کنم، چرا که قرص سبزیجاتی که استفاده کردم شور هست، دارای نمک زیاده. صبر میکنم تا یک مقدار
این سوپ من بپزه و بعد تست میکنم ببینم اگر نیاز به نمک بود حتما اضافه خواهم کرد. در به ظرف رو میذارم و اجازه میدم تا سوپ به آرامی برای خودش بپزه. دیدی چقدر راحته؟ بسیار خوب. من یه سری به این سوپ بزنم. به به، عجب رایحه‌ای داره، بسیار عالی. میخوام نمک غذا رو تیست کنم، مزه کنم، ببینم اگر نمکش اندازه نیست یک مقدار بهش نمک اضافه کنم. عطر و بوی بسیار خوبی داره این غذا، باور کنی. به نظر من نمکش اندازه است، چرا که کدو حلوایی یک مقدار شیرین هستش و اگر بخوام نمک بهش اضافه کنم طعمش زیاد خوب نمیشه. اندازه است حالا نمکش. شما هم حواستون باشه کدو حلوایی طعمش شیرین داره، پس اگر میخواید سیبی که در اون این سوپ استفاده کنید حتما از سیبای ملس و ترش استفاده کنید که طعم خوشمزه تری به سوپتون خواهد داد. به ظرف رو میذارم و اجازه میدم برای حدود یک ربع دیگه بپزه و بعد میره برای سرو. بسیار خوب دوستان عزیز، سوپ من پخته، الان آماده است. فقط نیازه که من این رو مخلوطش کنم، آسیابش کنم تا به صورت پوره در بیاد. بسیار خوب، سوپ الان آماده است. این هم از سوپ کدو حلوایی، بسیار ساده و گیاهی که برای شما عزیزان آماده کردم. من روی سوپ یک مقدار ماست نارگیل اضافه کردم. شما اگر نمیخواید با ماست نارگیل بخورید میتونید با کرم نارگیل بخورید یا حتی میتونید با ماست معمولی هم این رو سروش کنید و نوش جان کنید. ببینید چه رنگ زیبایی داره عزیزان. نمیدونم تو دوربین شما چه رنگی میبینید، ولی اینجا یک رنگ خردلی بسیار روشن و خوش رنگه. با اجازتون من یک مقدار این رو مزه میکنم، تیست میکنم تا بهتون بگم چه طعمی داره. ببینید دوستان عزیز، غلظت سوپ رو ببینید. سوپ بایستی تا همین حد غلظت داشته باشه، نه زیاد سفت باشه نه زیاد رقیق که نشه خوردش به راحتی. ببینید عزیزان چه رنگ قشنگی داره. خدای من، اون یه ذره کاری خیلی طعم این سوپ رو خوشمزه کرده. حتما درست کنید با کرم نارگیل یا ماست نارگیل، خیلی خوشمزه میشه. ولی اگر نمیخواید با نارگیل نوش جان کنید میتونید با ماست معمولی هم سروش کنید. بسیار عالیه، نیازی به تعریف نداره. من اگه چیزی رو میگم خوشمزه است، باور کنید خوشمزه است. خودتون تهیه کنید و به حقیقت امرش برسید، خیلی خوشمزه است. تا سرد نشده من شما خدافیسی کنم، میخوام برم این رو نوش جان کنم چون خیلی خیلی خوشمزه است. تا برنامه بعد شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدار عزیزان.